خامنه ای پیش از مرگ جانشین خود را تعیین کرده است؟ دکتر رضا تقی‌زاده در مقاله‌ای که برای ایندیپندنت فارسی ارسال کرده به مبحث جانشینی علی خامنه ای پرداخته و نوشته است: تعیین جانشین رهبر در دیکتاتوری‌های مادام العمر و فرد محور به همان نسبت که حساس و تاثیرگذار است، روندی پیچیده، مبهم و متکی بر اما و اگرهایی است که در شرایط غیر متعارف هر یک می‌توانند انتقال آرام و متعارف قدرت را به نتایج پیش‌بینی نشده برسانند. علی خامنه ای 83 ساله که بنابر گزارش‌های غیر رسمی به چند بیماری مبتلا است و مشکلات پزشکی متعددی دارد و به قول خود دارای جسم ناقصی است، اگرچه از احمد جنتی 95 ساله رئیس مجلس خبرگان و رئیس شورای نگهبان رژیم 12 سال جوان‌تر است، ضمانتی در کار نیست که حتی برای یک ماه یا یک سال آینده در قید حیات و در صحنه سیاسی ایران باشد، در حالی که موضوع جانشینی او می‌تواند حکومت را با بحران و نتایج خطرناک‌تر از خیزش سراسری جاری روبرو کند. در دیکتاتوری‌های عقیدتی، ساختار هرمی قدرت سیاسی و مراتب پلکانی ترفیع کارگزاران نظام و فاصله آنها تا رأس هرم می‌تواند انتخاب جانشین رهبر یا گمانه‌زنی درباره آن را به تعدادی از افراد که در درون حلقه قدرت قرار دارند یا از اعتماد دیکتاتور برخوردارند محدود کند. در حکومت‌های اقتدارگرای فرد محور که تعدادی در چارچوب حکومت‌های ترکیبی جای می‌گیرند، تعیین جانشین رئیس یا رهبر به نسبت قوام گرفتن کیش شخصیت در رهبر یا رئیس فرایندی پیچیده‌تر و دشوارتر می‌شود. این حکومت‌های ترکیبی ضمن داشتن شمای از یک نظام دموکراتیک و برگزاری منظم انتخابات در آنها، جامعه را با اعمال خشونت و اختناق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هنری اداره می‌کنند. طبیعت و رفتار حاکمان این نظام ها مصداق فرد محوری است و هرچه در رأس قدرت بیشتر دوام آورند، اختیارات بیشتری را در دست خود متمرکز می کنند. در میان رؤسا و رهبران فرد محور کنونی جهان، پوتین، اردوغان و خامنه ای از شناخته شده ترین اقتدارگرایان جهان به شمار می روند، در حالی که برای هیچ یک از آنها جانشین روشنی تعیین نشده است. البته جانشینی شی جین پینگ، رئیس جمهوری 72 ساله چین نیست که در سال 2018 با حذف محدودیت دوران رئیس جمهوری در آن کشور، عملا به جمع رهبران بلا منازع و مادام العمر جهان پیوست، به نوبه خود از اهمیت خاص برخوردار است. دنگ شیائوپینگ که بعد از درگذشت ماو تسونگ رهبر انقلاب چین در سال 1976 به قدرت بازگشت، تنها 2 سال بعد از بازگشت سیاست درهای باز و حرکت به سمت کاپیتالیسم را تحت عنوان رسمی سوسیالیسم خاص چین آغاز کرد و چین را در مسیری 180 درجه متفاوت با نقشه راه ماو قرار داد. دوران کنونی ریاست جمهوری پوتین 71 ساله هم در سال 2024 به پایان می‌رسد، در حالی که از اینکه او اندک خیالی برای کنارگیری از قدرت داشته باشد کمتر نشانی به چشم نمی‌خورد. در ترکیه نیست که بنا به قانون تا چند ماه دیگر انتخابات برگزار می شود. مشغولیت عمده اردوغان علاوه بر ادامه جنگ محدود در سوریه، محروم کردن اکرم امام‌اوغلو شهردار کنونی استانبول و جدی‌ترین رقیبش از بخت شرکت در انتخابات است. تولستوی نویسنده و فیلسوف روس در زمانی که دموکراسی با استانداردهای امروز جهان کالای نابی بود، گفته بود که برای جانشینی یک رهبر سیاسی راه‌های بد فراوان و اغلب آشکار است، ولی راهکار خوب تنها یکی است و شاید به گمان او خوب و بد جانشین انتخابی یا تنها بعد از تجربه شدن میتوانست محک بخورد یا با سرنگونی دیکتاتور. رهبران اقتدارگرا جانشین خود را ابتدا در خیشتن خیش می‌بینند و با دستکاری در قانون اساسی به بهانه اصلاح برای امتداد دوران ریاست و رهبری خود و همزمان از میان بردن رقبای بالقوه و سپردن امور به کارگزاران مرد وسوق و نه لزوماً کاردان و آزموده، تفسیری تازه از قانون ارائه می‌کنند. حفظ میراث سیاسی و داشتن جانشینی که راه آنها را ادامه دهد، ظاهراً نگرانی خاطر رهبران خودکامی جهان است. با این نگرانی، شماری از رهبران خودمحور و اقتدارگرا در طول حیات، جانشین خود را در خلوت خانه می‌پروراندند و او را در مسیر جانشینی قرار می‌دادند. خانواده کیم در کره شمالی، فرانسوا دوالیه در هایتی، مبارک در مصر، قذافی در لیبی، صدام حسین در عراق، اسد در سوریه و علیوف در جمهوری آذربایجان هر یک وضعیتی را فراهم آوردند که در حکومت اسمن غیر موروسی قدرت سیاسی بعد از آنها به فرزندشان منتقل شود، که شماری موفق شدند و تعدادی از جمله حسنی مبارک، معمر قذافی و صدام حسین در این راه شکست خوردند. رهبران فرد محور به تدریج از خواسته های مردم عادی و نگاه و نظر آنها فاصله می گیرند و با پیر و فرتوت و منزوی شدن اجتناب ناپذیر هدف نارضایتی، خشم و بعد تنفر مردم قرار می گیرند. این رهبران کم کم اطراف خود را از وجود رقبای احتمالی خالی می کنند و تنها بله قربان گویان را به خلوت خود می پذیرند. علی خامنه ای در جلسه 14 آذر 1368 مجلس خبرگان که برای معرفی او به عنوان جانشین روح‌الله خمینی تشکیل شده بود گفت:
دو هفته پیش که این موضوع مطرح شد به آقای هاشمی گفتم که من حقیقتا لایق این مقام نیستم. من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجت نیست و مدیریت رهبر را هم ندارم. خب این چه رهبری خواهد بود؟ او در همان جلسه بعد از قطعی شدن جانشینی خمینی که با مهندسی هاشمی رفسنجانی امکان پذیر شد گفت باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبر شدن کسی مثل بنده در آن مطرح بشود. 30 سال بعد از آن زمان که قرار بود رهبری موقت او به رفراندوم گذاشته شود، علی خامنه ای به رهبری خود محور تبدیل شده که جایگاه خود در کسوت ولی فقیه را به عرش رسانده و به همین دلیل یافتن جانشین خود را برای حکومت دشوار، پرهزینه و حتی خطرناک کرده است. یافتن جانشین برای خامنه ای به خصوص در وضعیت شکننده کنونی که موجودیت حکومت او بر لبه تیغ قرار گرفته، به دغدغه بزرگ برای کارگزاران حکومت تبدیل شده است. بنابر روایت های اقدام برای یافتن جانشین خامنه ای از 18 سال پیش کلید خورد، در حالی که زمینه لازم و کافی برای انتخاب جانشین مورد نظر او فراهم نبود و در مجلس خبرگان 59 رأی لازم برای انتخاب نماینده دستچین شده خامنه ای وجود نداشت. در این حال اکبر هاشمی هم به عنوان یک مدعی جدی در میدان بود. طرح حذف تدریجی هاشمی رفسنجانی از صحنه با به دولت رسیدن محمود احمدی نژاد کلید خورد و نخست با کوچک کردن و حذف مسئولیت‌هایی که داشت پی گرفته شد و با به زندان فرستادن و حرمت شکنی از فرزندانش و بی صلاحیت خواندن خود او ادامه یافت و سرانجام با مرگ بحث برانگیزش در زمستان 1395 به پایان رسید. روند یک دست کردن مجلس خبرگان تا حدودی آسان تر از حذف رفسنجانی از صحنه ولی طولانی تر بود. مسئولیت اصلی مجلس خبرگان ظاهراً عزل و نصب رهبر جمهوری اسلامی با 2/3 آرای حاضران است. به این ترتیب وجود یک اقلیت با بنیه متوسط و داشتن حداقل 30 رأی از مجموع 88 نماینده میتواند مانع از انتخاب نامزد رهبری از جناح دیگر بشود. دوره عضویت در مجلس خبرگان 8 ساله است و بررسی روند رشد آرای رئیس و ترکیب هیئت رئیسه میتواند متری باشد برای سنجش پیشرفت کار یک دست کردن آرا در آن. با توجه به قحط و رجال درون جامعه روحانیت مایل به همکاری نزدیک با حکومت و نیز تنوع نسبی آرای آنها برای علی خامنه‌ای و جناح تندرو، یک دست کردن هیئت رئیسه خبرگان آسان‌تر از یک دست کردن کل مجلس بود، حالان که هیئت رئیسه در هر حال می‌توانست و می‌تواند جریان انتخاب جانشین خود را در مسیر مورد نظر قرار دهد. احمد جنتی رئیس کنونی خبرگان از یک جناح تندرو موسوم به مدرسین حوزه علمی قم که مورد حمایت کامل علی خامنه ای است، در انتخابات داخلی 1386 و در ترکیب آن زمان خبرگان تنها 34 رأی به دست آورد. در انتخابات سال 1395 آرای او به 51 افزایش یافت و در آخرین دوره انتخابات با 66 رأی از جمع 78 نماینده حاضر تجدید انتخاب شد. تعداد آرای جنتی را می توان به عنوان ابزار سنجش آرای مجلس کنونی به کار گرفت، با این نتیجه گیری که فکر تشکیل یک اقلیت دارای حداقل 30 رأی در مجلس خبرگان به شکست کشیده شده و با یک دست شدن هیئت رئیسه مجلس و در صحنه نبودن هیچ نامزد دیگر اندیش قادر به رقابت در قواره هاشمی، خامنه ای و اصولگرایان اکنون می توانند به راحتی و بدون هر گونه مزاحمت نامزد مورد نظر خود را برای رهبری آماده کنند و به قدرت برسانند. میرحسین موسوی در مقدمه ترجمه عربی بیانیه‌ای که چندی پیش به نام او منتشر شد در واکنش به احتمال معرفی مجتبی فرزند دوم خامنه‌ای به عنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی درباره امکان موروثی شدن حکومت در جمهوری اسلامی هشدار داد، حالان که در شیعه 12 امامی این روش سنت شده و به اجرا درآمده است. اگرچه خمینی در حیات خود مانع از نامزد شدن احمد فرزند دومش برای پست ریاست جمهوری شد، ولی کاملا قابل تصور است که اگر مصطفی فرزند ارشدش در قید حیات بود در مورد قبول جانشین رهبر شدن فرزندش تسلیم نظر اطرافیان می شد. شرایط درونی و بیرونی امروز ایران و چالش‌های عمده‌ای که حکومت با آنها دست به گریبان است، از جمله مؤلفه‌هایی است که ابهام‌ها درباره نتایج محتمل جانشینی را بعد از معرفی و نصب او افزایش می‌دهد. با توجه به جمعی جهات، جانشین خامنه‌ای علاوه بر داشتن 2/3 رأی خبرگان، نیازمند حمایت سپاه و مورد اعتماد خامنه‌ای قرار داشتن است و در حال حاضر این شرایط در هیچ یک از آخوندهای مطرح در حلقه قدرت به اندازه‌ای که در مجتبی خامنه‌ای است دیده نمی‌شود. مجتبی 54 ساله اینک از سن پدرش زمانی که به جانشینی خمینی رسید 1 سال بزرگتر است و در این حال از تمام مدعیان بالقوه حاضر در صحنه جوانتر است. او از اعتماد کامل پدرش برخوردار است و با عوامل تندرو سپاه و ساختار اطلاعاتی رژیم مناسبات نزدیکی دارد. با این حال به نظر می رسد انتخاب تلویحی خامنه ای و برگزیدن فرزندش به جانشینی که همسو با رفتارهای حاکمان اقتدار طلب است، در شرایط کنونی ایران و منطقه موکول به تحولاتی خارج از حوزه قدرت او و امکانات حکومت است. از جمله نگاه و نظرهای برون مرزی و ارزیابی آنها از میزان باثبات یا متزلزل بودن رژیم و همچنین فازهای بعدی خیزش سراسری که موجودیت حکومت را هدف گرفته است.
آیا خامنه ای آخرین رهبر حکومت اقتدارگرای ایران نخواهد بود؟ به این پرسش تنها آینده میتواند پاسخگو باشد.